سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و هومه سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفتپه و گروه اتحاد بازنشستگان طی بیانیه‌ای در اعتراض به عدم حضور نمایندگان کارگران در جلسات تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند به روال سالهای گذشته مقامات دولتی و نمایندگان کارفرمایان در نهادهای تعیین مزد یک جانبه به نفع دولت و کارفرمایان تصمیم میگیرند. این تشکل ها با توجه به هزینه چهار میلیون و هزار تومان هزینه یک خانوار شهری که توسط بانک مرکزی رژیم اعلام شده خواستار تعیین پنج میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران و مزد بگیران شدند. اما رژیم آخوندی قصد دارد حداقل دستمزد را بر اساس تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند تعیین کند که از خط فقر مطلق در سال جاری که دو میلیون و هزار تومان است بسیار پایین تر خواهد بود.